سلام، امروز برخلاف همه ویدیوهای دیگه که جاهای طبیعی رو نشون میدادم بهتون، قراره یه جای باحال بریم. در واقع بیشتر مربوط به کاریه که من میکنم، نه ویدیوهای آموزشی یا حالا چیزایی. خب رسیدیم اینجا، بریم ببینیم که این تو چه خبره. همه چی قراره توی این کامیون اتفاق بیفته. داریم بالا از این پله ها بریم این تو. جامعه تجهیزات و اصل کار این تو اتفاق میفته. اینجا 210 تا دوربینه. چراغ رو خاموش کردن که مدل 3D آدم ها رو میتونه باهاش درست بکنه برای VR یا AR یا هر چیز دیگه، هر مدل سبودی که بخواییم. خب فعلا از اینجا میریم بیرون و ببینیم که بقیه جاها چی داره. خب بعد از اینکه اون مدل ها رو توی این تراک درست کردن، اینجا با استفاده از ناکیولس و دستگاه میتونن که تو هر محیط و تو هر شکلی این مدل 3D رو درست بکنن و جای خود سرصدا زیاده، ولی سعی میکنم که در مورد این دستگاه های وی آر هم یکم بهتون توضیح بدم. اینها هدست هاییه که برای وی آر استفاده میشه. خود کلمه وی آر هم به معنی ویرچوال ریالیتیه، یعنی واقعیت مجازی یا چیزی که شبیه سازی میشه. و این دستگاه های آکیولس چیزی نیست به جز یه دونه لنز ساده و یک مانیتور در این جلو و همینطور کلی سنسور که موقعیت سر شما رو وقتی این روی صورتتون قرار میگیره اینطوری تشخیص بده. و همینطور دوتا سنسور نقطه روبروی هم اینجا و اینجا که میتونه تشخیص بده شما کجا وایسادین و حرکات بدنتون رو ترک بکنه. همه اینا وصل میشه به یک کامپیوتر حالا یا یک لپتاپ که تصویری رو که به این نمایشگرها یا هدست ها منتقل میکنه رو برای شما دقیق و خوب آماده کنه که دچار سرگیجه نشین، یعنی حرکات بدنتون دقیقا با تصویری که میبینین کاملا مچ باشه و موشن سیکنس یا دچار سرگیجه نشین. کامل جزئیات صورت و بدن معلومه. اون اسکن اول برای اسکن کل بدن بود و الان برای اسکن کردن صورت این نقطه ها رو طبق این الگو روی صورت قرار میدن تا بشه بهتر حرکات صورت رو توی اون 3D اسکنر کنترل کرد و ضبط کرد وقتی که صورت حرکت میکنه با استفاده از این نقطه ها.
ثبت تصویر صورت. بتونم بهتر به استن کنم. یه چیز جالب دیگه هم که وجود داره اینه که برای هر عکس باید یه دقیقه صبر کنم، به خاطر اینکه اینقدر تعداد دوربینا زیاده و تمام تصویرها رو میگیرن باید همش ذخیره بشه توی کامپیوتر. تقریبا یه دقیقه طول میکشه برای هر عکس. اینم که یه ماکت معمولیه و برای من چیزی خیلی جالبه اینه که همه اینا توی یک دونه کامیونه، همونطوری که میبینین این کامیونه و میتونم منتقلش کنم به هر جایی که بخوان. و چیزی که ما اینجا داریم میبینیم اینه که اون مدل 3D که درست کردن از ترامپ قبلا با توجه به حرکت‌های صورت گی با استفاده از این دوربین خنده دار بود. اونجایی بود که گیب داشت با استفاده از اون ماکت ترامپ میگفتش I love Iran که ایران دوست داره. اگه براتون جالب بود این ویدیوها به هم بگین که بیشتر از کارمون و کارهای دیگه که توی تک و کامپیوتر انجام میدیم براتون ویدیو درست بود. مرسی.